با سلام، در مورد واکسن کرونا چند نکته رو میخواستم با شما در میون بذارم. یک سری شایعاتی در جامعه مطرح هست، خیلی افراد سوال میکنن که آیا این واکسن روی دی ان ای آیا اثر میذاره، آیا باعث نازایی میشه، آیا چیپی از طریق این واکسن وارد بدن ما میشه که بعدا میتونن کنترل ما رو به دست بگیرن و ما رو تبدیل به آدم آهنی بکنن. جواب این سوال‌ها منفی است. نه خیر، هیچ کدوم از اینها اتفاق نمی‌افته و در مجامع علمی به شما عرض بکنم که گاهی وقتا این سوالات جنبه جوک داره و حتی خیلی از پزشکان، افرادی که صاحب نظر هستن، وقت خودشون رو شایسته این نمی‌بینن که بخوان حتی بذارن و به این شایعات جواب بدن. خب عده‌ای خواسته ناخواسته به این شایعات دامن میزنن و شک و شبهه هایی رو مطرح میکنن. من خواهشم این استش که اگر حرفی رو میشنوید برید سوابق اون فرد رو بررسی بکنید، ببینید آیا در طول 40 سال گذشته، 30 سال گذشته این فرد این حرفایی که الان داره در مورد واکسن کرونا میزنه، خب قطعا حرفای دیگه ای هم زده. شما ببینید از 100 تا حرفی که از این فرد شنیدید چند تاش درست بوده، چند تاش واقعا به واقعیت پیوسته که حالا این حرف هم به واقعیت بپیونده. نکته دیگه ای که در مورد این واکسیناسیون الان داره انجام میشه این هستش که بعضی از عزیزان، حالا کسانی که در کشوری مثل آمریکا زندگی میکنن، اینها در چند نقطه ثبت نام میکنن برای اینکه برن واکسن رو دریافت بکنن، به گمان این که خب حالا اگر اینجا وقت دیر به من داد، فلانجا به من وقت زود میده. من خواهشم این هستش که این کار رو نکنید، به خاطر اینکه وقتی شما میرید در ویتینگ لیست، اینها یک تعداد مشخصی از مریض ها رو در اون روز اسکجول میکنن که بیارن برای واکسیناسیون. ولی خب اگر شما قبلا یک جایی رفتید و واکسن رو دریافت کردید و خب طبیعتاً اون جای دوم یا سومی که رزرو کردید رو نمیرید برای دریافت واکسن، اینها چاره‌ای ندارن که اون واکسن رو به محضی که باز میکنن، اگر اون مریض نیاد، مدت زیادی نمیتونن این واکسن رو نگه دارن و این واکسن رو دور میریزن. بنابراین این کار از نظر اخلاقی درست نیست. حالا اگرم دو جا یا سه جا رزرو میکنید، اگر میرید یک جا و واکسن رو میگیرید، خواهش من این استش که اون جای دوم یا سوم رو بهشون اطلاع بدید که شما رو کنسل بکنن و یک نفر دیگه ای رو جایگزین شما بکنن. به هر حال خواهش من این استش که اگر به شما ریکامند شده که واکسن بزنید و دسترسی به واکسن دارید، تعلل نکنید. این الان تنها راهی استش که در پیش روی بشر برای غلبه بر این ویروس وجود داره. ممنونم از توجهتون.